درود بر شما. دوم مهر ماه 1395 خورشیدی و 23 سپتامبر 2016 میلادی. امشب در صفحه آخر میزبان آقای عباس پالیزدار هستیم. نخستین افشا کننده فساد مالی مسئولان ارشد حکومت، بیشتر روحانیون حاکم. یک سال قبل از انتخابات سال 88 و ماجراهای پیامد، عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه سخنرانی‌هایی کرد در چند دانشگاه از جمله دانشگاه شیراز و همدان که مخصوصا سخنرانیش در دانشگاه بوعلی همدان در 14 اردیبهشت 89 87 چی میگم من اردیبهشت 87 وسیله دانشجوها ضبط شد، تکثیر شد و حدود یک هفته بعد از اینکه پخش شد بین مردم، فیلم این سخنرانی پالیزدار رو گرفتن و به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اینجور اتهام های معمول که به کرات شنیدیم انداختنش زندان. چه گفته بود آقای پالیزدار در اون سخنرانی؟ معدن بهبید، سنگ معدن بهبید فارس رو بگید به پاسخان اون سنگ معدن بهترین سنگ معدن دنیاست، منابع انفال جمهوری اسلامی رو بگید به شما بردید این مدرد انجام شما شده و این معنه رو به این آقا واگذار کرد. دوباره بس تبش آقا این کافی نیست، معدن نمیدونم کاملن زنجان رو بدید به ما. چهار تا ما پیدا کردیم، چهار تا معدن فقط یه آقایی از علما گرفت که من رو موشش هم نواز میخونم متاسفانه این شوی که ارسیده های امامی باشن استاد اخلاق و منصور شوانه مسافی میشنسی. بله، یاد درباره مدلل داماد آیت الله مکارم شیرازی. سوال کردن در مورد پرونده سلطان شکر توضیح دهید. سلطان شکر رو ازن بید آخرش رو نمیشینه، ولی معاملتش های مدلل هستش که داماد یکی از این علمای اعلام هست هر سال بزرگتون که و پایین دستر از اون های مهندرزان یوسفی هستش که الان زندانه و الان هم ببینید چه قرض خورده که اینا حاضرن پرونده رو با 700 میلیارد پول مثال دولت بیان بیرون از اون پرونده و بخوام بگم که مثلا یکی از کارخونه‌های قندی که بای کرج بود اون علمی که اینا خریده رو به آمدن کارخونه رو 10% زمین را سیب قامیگرز رو میشه چه برسه با این همه امکاناتی که تو کارخونه وجود داشت و ارامزیش و سوله و ماشینات و عمر و بردگیرش و از خیلی از این. باز تو همون سخنرانی سال 87 بردی بهشت آخوندهایی که الان یا رئیس بازرسی دفتر رهبری هن یا شغلای نون آبدار اینجوری دارن. من میدونم هر که عنوانهای مختلف مثلا بنیان نهج البلاغه 500 دسته رو شدید دونی میگیریم بعدش نمیدونم آن بزن بوده و الان پلان دارم 500 این وقت دیگه شده خانه دونی نهج البلاغه کشی هست علی افشار ناظر نوری حسین دین پرور معزی اسکر آبادی رفیق دوست. خب بذارید من فقط اشاره کنم به این چند تیکه های کوتاه رو پخش کردیم. این سخنرانی مفصله و بیش از 50 نفر از مسئولان به اصطلاح تراز اول جمهوری اسلامی ایران هم که عرض کردم بیشتر روحانیون که بر طبق پرونده ها و اسنادی که آقای پالیزدار فراهم کرده به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه اینها رو بخشی از این پرونده رو برق میزنه در واقع در محیط های دانشجویی. اشاره کنم به این چند نفری که آقای پالیزدار اشاره کردن. امامی کاشانی رو که اول شنیدین تو اون تیکه اول عضو مجلس خبرگان رهبری است و امام جمعه موقت تهران. علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر معظم.
عبدالحسین معزی نماینده رهبر در هلال احمر و معاون دفتر رهبری، محسن رفیق دوست رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از بنیانگذاران سپاه و دیگه از هرمون از شمس و بارها و بارها معرفیش کردیم. هیچ کس هیچ کاری نداره با اینا و با بقیهشون که با این همه سند و مدرک هیئت تحقیق و تفحص مجلس دستشون رو شده بود. تازه هم مجلس که خودش رأی داده بود به هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و به اعضای این هیئت، هم آدمای دستگاه‌های اجرایی و بانکی و همه اومدن به دروغ برای حفظ پست و مقام، گفتن با پالیزدار دبیر این هیئت هیچ رابطه‌ای نداشته و ندارند. خیلی‌هاشون گفتن اصلا پالیزدار رو نمی‌شناسن. پالیزدار رو گرفتن انداختن زندان. 21 خرداد 87، یعنی حدود یه ماه و نیم بعد از سخنرانی همدان، عباس پالیزدار بازداشت میشه با شکایت مدعی العموم، یعنی دادستان. دادستان کیه؟ سال 87 سعید مرتضوی. 10 سال زندان میبرن برای پالیزدار که بعد از 18 ماه به دلیل بیماری و عدم تحمل کیفر که دو بار سکته تو زندان و اثر ترکش های جنگ و غیره، با وثیقه آزاد میشه. به هر حال حالا اخیراً عباس پالیزدار از سعید مرتضوی شکایت کرده. موضوع جلسه دو مطلب بود، یکی شکایت گروه پالیزدار علیه این جانب بود و دیگری هم شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی. دفاعیات خودم را در دادگاه به استزار رئیس محترم دادگاه رسوندم. چون بارها و بارها تکرار کرده بود که باند پالیزدار و اجهت این موضوع شکایتی کرده بودیم در ارتباط با آمریت در این ورود غیر تشریفات قضایی، ایشون یکی از اتهامات دیگرش بود که این دوتا بحث روش رسیدگی شد و دفاعیاتش رو مطرح کرد و به نظر میرسید که قاضی قبول نکرد دفاعیت ایشون رو. خب در خدمت آقای پالیزدار هستیم. در ایران عباس پالیزدار رو نمونه افرادی میدانند که همچنان به دنبال آرمان مدینه فاضله و عدل اسلامی در جمهوری اسلامی هستند و البته بهاش هم گاه سنگین میپردازند. با درود به آقای پالیزدار، درباره مفاسد اقتصادی، مفاد شکایت علیه مرتضوی، به طور مشخص در پیوند با مرتضوی 4 تا جلسه دادگاه بوده برای رسیدگی به شکایت شما علیه سعید مرتضوی که آخریش همین 14 شهریور 95 برگزار شد. چرا شکایت کردین علیه مرتضوی؟ چه بود این شکایت و به کجا رسید؟ خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان برنامه خوب شما. ارسالت بنده که ما موارد شکایت ما علیه مرتضوی 11 بند داشت که در مراحل مختلف در دادسرای انتظامی قضات و بعد هم در پس از تعلیق قضایی مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت آروم آروم از مواد شکایتی ما کاسته شد. برخی از اونها در همان دم تبرئه شد، بدی از دولت دستور کیفر خواست هم برای ایشون انجام نشد و در برخی از مواد موفق شدیم که تو مرحله دادسرای کیفر خواست به دادگاه کارکنان دولت اجرا شد و در شورای 10/54 کارکنان دولت با ریاست قاضی لیدری موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت که 4 جلسه دادگاه ما طول کشید که 14 شهریور ما یک شنبه هفته پیش آخرین جلسه دادگاه ما علیه مرتضوی بود. ما مواد مختلفی رو در شکایت داشتیم که از جمله و مهمترین مواد بازداشت غیرقانونی توسط مرتضوی بود و نشر اکاذیب و افترا علیه بنده در سخنرانی ها و مصاحبه‌های مرتضوی بود و آقای مرتضوی در زندان شخصا وقتی که مورد محاکمه بازجویی قرار میدادن در سلول انفرادی از من میخواستن که بنویس اشتباه کردم، بنویس اخبار مصدق نبود و ستاد خبری این اخبار را در اختیار من گذاشته و اخبار مستندی نیست تا شاید بتونیم کاری بکنیم و خوشبختانه بنده با کمک خداوند متعال جمعیه را بنویسیم حفظ کنیم و هر مرحله که بندی بازجویی اومد
گذشته خودمون رو تکرار میکردم و به مستندات حرفا میپرداختم و آقای معتزلی در یک مرحله به شدت عصبانی شد و کاغذهای بازوی بدن گرفت پاره کرد و اعلام کرد که ببین آقای پلیسدار، من کاری کردم که همه دوستان از پشت خالی کردن، چه مجلسی ها و چه غیر و ظالم، و کاری رو هم کرد. حتی سپاه پاسداران هم که توسط اونها شما اعزام به جبهه شدی، جبهه شما رو هم منکر بشن و جانبازی شما رو هم منکر بشن و فکر نکن کسی پوشیده. و امور یکی از روزنامه هایی که به اون مقطع چاپ شده بود بعد از روز جمعه، نماز جمعه، از آقای احمد خاتمی که ایشون گفته بودن که من با بایس قوه قضاییه و از دیگر فشار بذارم این پلیسدار که چشم فتنه هست، چشم فتنه رو باید کور کنیم و ایشون عامل فتنه و ذهنیت مردم و تشویش از آن روی علیه روحانیت. ببینید چجوری علیه جلب ساختن من توی بازوی ها بودن میکنم وقتی تیتر روزنامه رو بودن نشون داد به من گفتش که ببین چجوری علیه جلب ساختن من، ببین اینم به هم بگم آقای پلیسدار، چه بنویسی چه ننویسی من خودم شخصا چهارتابهر از زیر باد میکشم و اعدامی حداقلهایی برای شما اعدامه. علیرغم که تو ایام مصادف شده بود با مبحث فردی است جمعیات رفته به عنوان جاسوسی که موبایلهایی رو به مسئولی فروخته بود و تونسته بود مکالمات مسئولی رو انتقال بده و خلاص اون رو به عنوان جاسوس بلافاصله هم اعدام کردن. اسم اون رو آورد برای من و گفتش که ببینی آقای فلانی چند روز طول کشید اعدام شد، تو الان هم تحمل کردی به زیادی تحملت کردی، تو مطمئن باش در انجام تو هم به عنوان جاسوس اعدام خواهی شد. و حالا بیا یه کاری بکن، شاید بتونم کاری برات بکنم، بیا ادامه ادامت رو بده. حالا هاشمی رو به شورای هاشمی رفسنجانی مهم نیست، بیا علیه بقیه متاسفانه خوشبختانه به هر شکل تونستی مقاومت بکنیم و این کار رو نکردم. و تو روز جلسه دادسرا این موضوع از جمله موضوعات شکایتی مجموعه ما بود که ایشون اعلام کرد نه همچیزی من نگفتم، آتاریزا دچار توهمات انفرادی شده، تو انفرادی آقای قاضی میدونی آقای انفرادی شرایط سخته، احتمالا شرایط سخت انفرادی رو شده پلیسدار تو خواب خیالش فکر کرده که من چیزی شاید شهادت بده که تو بودم من گفتی و همدستان و هم همسان کارهای شما در درسی بازجویی بنده بودن، اونها هیچ وقت نمیان به علیه شما شهادت بدن و بدن من، اما شما همین حرفها رو به خانوم بنده هم در روزی که آمده بود از شما وقت ملاقات برای بنده بگیره که بیار ملاقات من، شما به ایشون گفتی خب چند تا بچه داری؟ گفته چهار تا. با چهار تا بچه قلب پلیسدار نشد، پلیسدار حد اول جرمش اعدامه و برو یه پدر برای بچه ها پیدا کن. این کلام و جملات شما رو داره بوده به خانوی بنده که پدرم، پسر من، بچه ها همه شاهد بودن که شما رو گفتیم اینا هم هستن. خانوی بنده پشت جامعه سیدر دادگاه است و اگر آقای قاضی اجازه بدن ایشون بیاریم بطایی رو عنوان میکنن که بعدشون کتمان کرد جلسه دادسرای انتظامی خصوصات و با کمال پیراحت اعلام کرد که ببین آقای قاضی، بنده از مسئولین حکم گرفتم، مثل آقای پلیسدار عمل نکردم که دستور افشاگری رو ایشون گرفته با شبانی، من کتبی گرفتم و بابت این جنوبنامه‌هایی که گرفتم ایشون خودم نگه نداشتم، همه رو فرستادم اون برای ما و هیچ کاری هم آمده میتونیم بکنیم. من این وقتی رو در تلویزیون ایران مصاحبه کامل نشون دارم گفتم با تکرار بله، ولی این جلسه چهارم دادگاه یعنی آخرین جلسه اونطوری که خودتون به خبرنگار گفتین مرتضوی قافیه رو باخته بود و به تعبیر شما مثل اسفند بالا پایین میپریده، تو این جلسه ها چی جوری بود اوضاع؟ جلسه آخر ما که جامعه شهریور بود متفاوت با همه جلسات بود، چرا که آقای سید مرتضوی در ساعت
چهار ساعته جلسه دادگاه مکررن خیز عرق رو در صورتی که کلی نکاسی که بار میکرد در اتاق دادگاه ما یک زده بودیم و یه سر خودمون رو آسایش شده و سرمایی که ایجاد شده بود و ایشون برعکس عرق میریخت و امسال حضور دوره امتماس قاصدی کرد آقا تو رو خود رسید اینا صحبت نکنم آخرین جلسه دادگاه بنابر آخرین دفاعیات ببینین اون معذرت خواهی فقط مربوط است به پرونده کهریزک. از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، اگه سعید مرتضوی همین مسیر پوزش خواهی رو، حالا دیکته شده یا قائم بذات، همین مسیر رو در پیوند با کارهایی که علیه عباس پالیزدار کرده است یا جنایت‌های دیگری که مرتکب شده، همین معذرت خواهی رو بکنه، جواب چیه؟ ما لطف خدا داره رحمت اسلامی هستی. اگر سعید مرتضوی و از همه اتهامات وارده به ایشان، از اهم از محاکمات غیر قاعده و غیر اصولی و زندان انداختن روزنامه‌نگاران بنده و به قول خود ایشون بار به پلیس داد و دیگر اعضا من خانواده خودم همسرم رو هم به زندان آورد آقای مرتضوی و سلول انفرادی انداخت و برادر خانومم به سلول انفرادی انداخت، برادرم رو چهار ماه ره رو سلول انفرادی انداخت و اطرافیان من که اصلا مصرف در جریان نبودن، همه رو به زحمت انداخت، زشت انداخت که شاید بتواند از من کلمه ندامت بشنود و خوشبختانه این کار صورت نگیرد. در همه این کار اگر بیاید و اعلام اعتذار و معذرت خواهی بکنند، شاید شاهده به لطف خدا ما ایشون رو بوده رفت اسلامی قرار بدیم و از اتفاقاتی که برای ما نه که فراموش کنید، بقول نرسول ماندلا فراموش نمی‌کنید ولی شما می‌بخشید. بله، سعید مرتضوی همیشه گفته است که من دستور از بالا داشتم هر کاری که کردم. لااقل تا قبل از این نامه عذرخواهیش همیشه همینو میگفت. آیا سوال این است، توی جلسه دادگاه هم همینا رو گفت و شما میدانید آقای پالیزدار که دستور از کی داشته تو همه این سالها؟ ایشون شخصا هر کی که تو جلسه داد گفت که من شخص رهبری من دستور داشتم، حالا درون راست بوده خودش، و ایشون شخصا گفت من هر کاری رو کردم با دستور رهبری انجام دادم و حتی به من تو اون جلسات گذشته اومد در گوش من گفتش که آقای پالیزدار به ما هم تر رفاقت بریزید، این شما تلفن منزل من، این شما تلفن موبایل من، تلفن میلود یزد من، تفت برابر و بیا با من به تو میگم که من هیچ کاره بودم توی این جریان، به شما خواهم گفت که چه کسانی از من خواستن با شما برخورد بشه. این هم جملاتی بوده که تو جلسات مختلف دادگاه و من تکرارا این رو ایشون گفته. ببینید آقای پالیزدار، شما 21 خرداد 87 بازداشت میشین به دستور مرتضوی دادستان وقت، چقدر زیر بازجویی بودین؟ بازجویی ها چه بود؟ بازجو کی بود؟ و خود مرتضوی آقای بازجویی میکرد؟ خب من بقیه رو بگم خدمتتون تا برسیم به من. یه نکته ای رو اضافه بکنم در پیوند با این اواخری که آقای مرتضوی باز هم میگوید که من همچنان با این که در پیوند با کهریزک پوزش خواهی کرده، در پیوند با عباس پالیزدار و شکایت از عباس پالیزدار
همچنان میگوید گروه پالیزدار ها را روش نمیشه بگه باند پالیزدار، قبلا میگفت باند پالیزدار و اون حملاتی که داشته است. این شکایت رفته است به دادگاه تجدید نظر و همونطور که گفتم 4 جلسه تموم شد و رفته دادگاه تجدید نظر، هنوز حکمی داده نشده، قرار بود هفته پیش داده بشه این حکم که داده نشد. ببینید عباس پالیزدار وقتی که در زندان بود، در زندان رجای شهر، باز خواستن بکشنش توی زندان و بعد از زندان هم، وقتی که بعد از زندان که چه ارز کنم، در دوره زندان که دوباره میفته بیمارستان و اینها، یک بار دیگه در بیمارستان او رو باز میخوان بکشن. که بزنیم اون قسمت بیمارستانش رو بشنویم تا برگردیم خدمت شما دوباره که بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. توی بیمارستان هم بیمارستانه مدرس به سلام اونجا تو سیسیو بیمارستان، قبل از دیوار به سیسیو بشم زمانی که اورژانس بودم، یکی از این پرستارا، اون یا پرستار بود یا در لباس پرستاری، آمد به من گفت میدونی روی تختی که خوابیده کی خوابیده بود؟ آره سعدی هم اونجا خوابیده بود. گفتم این چی؟ گفت یا خدا بفرمایید چی دیگه. آره سعدی خوابیده بود، کشته شده بود بیمارستان. و وقتی منتقل شدم به سیسیو، تو سیسیو یه بار خانم های پاقات مثلا نشسته بود کنارم بود، یه دفعه دیگه یه فردی اومد حمله ور شد سمت من، من هم خانم بالاخره بچه جنگی دیگه، اون پایه هر شبت که سارو میشه بودم بست بود، اون پایه سارو برداشتم حمله کردم سمت اون فرد و مثلا اون آنجو کرد در دستم خارش خونریزی در دستم و یه دفعه سرسده بود، یکی از این مریض هایی که داخل سیسیو بود حالا یا همراهش از این صحنه فیلم برداری کرد و اون هم فراری شد، متوجه شد که برمه فراری برمی شد و باز دکتر غزلی نقش بازگاه بودنش رو مجددن ایفا کرد و این فیلم پخش شد به صلاح توسط های دکتر غزلی، شکایت تنظیم شد علی رئیس بیمارستان و رئیس بیمارستان رو برداشتن و ولی خبری از اون یعنی سفیدی که ما حمله کرد نشد، چی بود دولت چی هم نشد و برای چی مشخص نشد. با آخری لحظه دنبال این بودن که پالیزدار حضر فیزیکی باشه، تا به اطلاعاتی بودن دنبال این بودن که ادام بلاحت کنن، از این در کچه نگه گرفتن با اون مصاحبه بدن دیدن دنبال حضر فیزیکی بودن و فکر میکنم هنوز هم دنبالش هستن، چون من مدتی پیش توسط یک ماشینی در خیابان زرتشت غربی مورد تصادف حادثه قرار گرفتم که دستگاه دستگاه شکست و حادثه دیدم که بعد مثلا فرار کرد طرف و محکم هم نشده دسترسی بهش پیدا کنیم و باز هم چند پیش در واقع پریشب بود که دوستان من ماشین همراهان سعید مرتضوی رو در نزدیکی محل سکونت من دیدن، در واقع بپاد مثلا ده متر بوده بعد سکنه من بچه ها میدیم بودن اونجور نشستن دارن بقول بچه ها چون زاقسیلا شده میزنن و بچه ها توجه شد بهش جرد شد و رفتن در اشاقات با شرکت که رفتن در اون ماشین قرار کرد و باید دستی پاس و خوبش بگید برای چی اون باسده چرا میدیم باسده همه شما ها دوباره اینکه باید به یه ترسیدی ما رو از بسیدی کنم بله. من یه توضیح بدم که این گفتگویی که الان دارین ملاحظه می‌فرمایید در محل سرای قلم در تهران انجام شد، شبی که آقای عباس پالیزدار تشریف برده بودن به سال روز درگذشت آیت الله خزعلی که در اونجا برگزار شده بود و میزبان آقای مهدی خزعلی بود. به هر حال ما اونجا آقای پالیزدار رو گرفتیم و این مصاحبه رو انجام دادیم که باید سپاسگزاری بکنم از آقای مهدی خزعلی که امکان این گفتگو رو فراهم کردن. آقای دکتر خودتون تشریف دارین، صحبتی دارین بفرمایید، صحبت آقای دکتر خزعلی رو هم بشنوید. بله، تا اینجا کار خاطرات تلخ و شیرین آقای پالیزدار بود.
به هر حال آقای پاریزدار دعوت میشن به تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه. کار تحقیق و تفحص رو از سازمان بازرسی آغاز میکنن. اونجا با چه نیتی، با چه اهدافی و پشت قضیه کیا بودن؟ 124 پرونده به عدد 124,000 پیامبر در اختیار ایشون قرار میدن. اساساً هدفمند بوده انتخاب پرونده ها. در واقع میخواهد سیستم از یک سری از رجالی که مدعی شده بودن، به قول اونها دوم در آورده بودن، میخواد دوم اینها رو بچینه. و آقای پاریزدار حالا الان صداش در نمیاد، ولی به هر حال ببینم از طریق ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تحریک میشه و به جلو رونده میشه. از طرف دیگه هم بالاتر هم بوده. این بالاترش عجیب است که چرا از تمام جایگاه های قدرت ایشون تحریک میشه و هدایت میشه برای افشاگری. فکر میکنه که داره خدمتی انجام میده. حالا یه بسیجی هم بوده، بسیجی خیبر هم بوده. در همدان سوالاتی که انجام میشه تمام پرونده خانی، پرونده های دونه دونه، اگر از آقای طبسی صحبت میشه، اگر از آقای امامی کاشانی سنگ دهبید، یا اگر از ناستیک دنا و آقای یزدی صحبت میشه، اگر از جنگل های بهشهر و حمید یزدی صحبت میشه و الی آخر، همه اینها مستند به اون 124 پرونده است. در آخر صحبتیشون در همدان دانشجوی سوال میکنه چرا از خانواده هاشمی چیزی نگفتی؟ ایشون پاسخ میده که من پرونده به من ارائه نشده است. اما از هر بر شمس شروع میکنه حملات تندی به خاندان هاشمی و امر خانم و دختر خانم و پسر آقا پسر رو الی آخر. نهایتا منجر به شکایت همه این حضرات آیدت میشه که میخواستن گوشمالی بدن که سر جاشون بشینن. و من بعد تحلیل من این است که در واقع میخواستم ببینم که با همین اسنادی که در دادگاه های مختلف وجود دارن ما هر وقت بخوام گوش شما رو میتونیم ببینیم، بقیه هم حساب کنه خودشون دستشون بیان. و نهایتا قربانی میشه آقای پاریزدار، مسابقه ای میشه، بانک سپه نصف صفحه میزنه که ما ارتباطی با ایشون نداشتیم، بانک ملت آگهی میزنه، مجلس کمیسیون تحت تفحص اعلام براءت میکنه ما نبودیم، خانم آجرگور و بقیه همون هایی که تو اینجا حکم داده بودن که اون موقع من ناچار شدم احکامی که اینها داده بودن رو منتشر کنم. اینایی که اعلام براءت میکنم میگن اصلا ما عباس پاریزدار نمیشناسیم، امضاشون پای حکم ها هست. و بعد ادامه پیدا میکنه این فشارها. میبینیم که اون کسی که کپی گرفته از این اسناد، فقط به عنوان این کارشناس تو کپی میگه در اختیار کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری قرار داده بشه که به عنوان مشاور حقوقیشون به کار گرفته بوده مثل آقای عطار، اون کپی گیرنده، اون کارشناس حقوقی، وکیل همین رو بازداشت میشن. و نسخه هایی که ایشون روی دیویدی تهیه کرده بوده خونه همه اینها میرن که هر کسی نسخه ای داره، کپی داره، برده بیاره و تمام نسخه های اسناد جمع‌آوری میشه. خب حالا این که ما دسترسی به این نسخات داریم نداریم بماند این هم، ولی فعلا اون که مسلمه، چه مسلمه در مراکزی که این نسخه ها ارائه شده مثل کمیسیون اصل 90 و تحقیقات تفحص مجلس موجود است. اما من میخوام بگم که بدونید که جاهای دیگه هم موجود هست. اگر شما از همه سراغ سنبه ها آوردید، ولی همیشه خداوند نسخه که برای دفاع مظلوم نگه میداره بدونید وجود داره و هر جا لازم بشه برای مبارزه با فساد انشاءالله منتشر خواهد شد و موقعش باید باشه. اما آقای مرتضوی و آقای احمدی‌نژاد هر دو مدعی هستند در طول دوران تصدیشون مدارکی و فرستادن اون بر آب. و من فکر می‌کنم شرط بقای اینها همین شیشه عمریست که فرستادن اون بر آب. در واقع میخواهند ببینن اگر ما گرفتار شیم شیشه عمر فرد دیگری دست ماست و فرستادی اون بر آب. این هست و داره اتفاق میفته. اما از آقای مرتضوی که قرار بود بگیم که چه شده، اصلا آقای پاریزدار میگه پشتش رو خالی کردن، خب گونه این درسته. واقعیت این است که من بیاد اواخر دوران شاه میفتم که امثال نصیری در واقع رئیس ساواک مقتدر اون زمان یا عبیدا
نخست وزیر 13 ساله شاه یا بقیه اینها راهی زندان شدن. در واقع سیستم میخواست 4 نفر مقصر رو ارائه کنه که این آلام و این هیجانات و این تحریکاتی که می تخریب پیدا کنه. آقای مرتضوی ممکنه یه روز اون شیشه عمر دیگه به دردت نخوره، عمری نباشد که تو شیشه عمرش رو نگه داشته باشی. این ملت با تو چه کار بکنن؟ با این نامه که نوشتی چیزی رو درست نکردی. در واقع اومدی همون رو درست بکنی، همش تقصیر منه، من عذرخواهی میکنم، من کسی دیگه مقصر نیست، من خبر نیست. مردم میدونن چه اتفاقی افتاده، ما هم میدونیم. ما هم دنبال انتقام نیستیم، دنبال خشونت نیستیم، دنبال کارهایی که شما کردین نیستیم. میخوام حلقه خشونت در یه جایی قطع بشه، اما این نیست که شما بازم ما رو فریب بدید. این نامه هم، این بیانیه هم فریب است. برای رد کردن باید واقعا توبه کنی. اگه میخوام اسم سه نفر از شهدای سبز رو آورده، کاش میگفتی همه شهدای سبز، بعد هم اظهار ندامت، توبه. بعضی جملات خیلی خوبه، این جمله رو به فال نیک میگیرم که نوشتی که بعد دیگه مسئولین آویزه گوششون رو کنن، عبرت بگیرن، یه بعد شاهد چنین حوادثی نباشیم. من هم میخوام بگم آقای مسئولینی که الان سر کارین، از رئیس قوه قضاییه، دادستان رو نمیدونم، رئیس دادگستری گرفته تا همه آقایون، این روز برای شما میاد. آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، محمد جواد لاریجانی، آقای محسن اجری و بقیه، آقای رئیسی که الان رفته اونجا، آقای پور محمدی، بدونید این روز برای تک تک شما هست. به مردم بپیوندید، توبه کنید و راه گذشت رو برای مردم باز بزنید. کاری نکنید که دیگه فرصتی برای گذشت نباشه. سرنوشت قذافی یک عبرت هست و آن هم میگه فعتبر یا اول الابصار. با چشمان خودتون دیدید حادثه صدام رو، قذافی و دیگران رو، عبرت بگیرید. فرصت هست بشینیم مملکت رو بسازیم. آقای پاریزدار به عنوان یک بسیجی خیبر که در جبهه بوده خدمت کرده، همه جور شما خدمت کرده، الان هم داره شما خدمت کرده، این یه عبرته. باش چه کردیم؟ با بقیه چه کردیم؟ من هم یک عبرتم. ما هم برای انقلاب، برای اینکه شما در کنار پای تخت زمینهای ما رو قصف کنید، رفته بودیم از باطلاقهای مرال عظیم دفاع میکردیم که نمیدونم چی میشه توش کاشت. البته شما در دوران همهجاد همونها را هم خراب کردیم و باعث فضای نابهنجار خوزستان شدیم، همون باطلاقها را هم خراب کردیم، اکوسیستم اونجا را خراب کردیم. ولی میخوام بگم که ما موقعی که برای یک وجب خاک در باطلاقهای مرال عظیم میجنگیدیم و ترکش میخوردیم، اون زمان در کنار پایتخت آقای لاریجانی 650 هکتار زمین ها رو غصب میکرد و تصرف میکرد. و این قصه در واقع شطوری است که پای در خونه همتون میخوابه. و من فکر میکنم درسی بود این اعلام ندامت و عذرخواهی آقای مرتضوی، همون کسی که با اون اقتدار در زندان میگفت چوبه رخه چارپای زیر پا تو خودم میزنم با این پاکستان، و الان باید بگرده دنبال این که طلب عفو موفق شد. خب سپاسگزارم آقای دکتر مهدی خزعلی. خب میتونیم برگردیم به آقای پالیزدار. خب درود بر شما. عرض کردم سوال این بود که سال 87 21 خرداد 87 بازداشت میشن آقای پالیزدار به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت. اینکه بازجو که بود، بازجویی ها چی بود و آیا خود سعید مرتضوی بازجویی میکرد مستقیما یا نه؟ من حدود 8 ماه تو سلول انفرادی در بعد 241 اطلاعات قوه قضاییه مورد پذیرایی دوستان حضرت قوه قضاییه بودم. و بعد نیست ببینید شب تاسوهایی بنده رو مورد تعرض و شکنجه قرار دادن و توسط دو نفر از زندانبان ها دستبند زدن به من و کتک اساسی زدن به من. و بعدشم که 5 شبانه روز بدون هیچ حضور در هواخوری، بدون کامل 24 ساعته در یک سیاه چالی از من پذیرایی کردن و این خ...
خاطرم ندیست مردم بدونم. اما ما از حدود یک هفته یا دو هفته اول که کامل در سلول بودم و بازجویی هم از من آغاز نکردم، بخاطر اینکه اول قش شدن بارو، یعنی روش این بود که اول ما پیش کردیم تو سلول کنید یک قدرت نشان قرار بگیریم که بعد هر سوال خواستن از ما بپرسن و هرچی جوابی که خواستن ما بگیم و بنویسیم، که بعد از اون دیگه دیدن نتیجه نمیگیرن شخصا آقای مرتضوی وارد بیرون شد و بازجویی ها توسط شخص آقای مرتضوی از من انجام شد و همون که اطلاعی عزیزم داشتم چند مرحله این خاطرات تکرار شد که ایشون هی میگفت اینو بنویس، من مینوشتم پاره میکردم دوباره میگفت من بهت گفتم اینجوری بنویس چرا اینو نوشتی، دوباره تکرار مکررات و هر مدتی که مدتی هم که گذشت احساس کردم فشارها به من زیاد شده، شروع کردم هر یه روز در میون دو روز در میون به من دعوت میکردن که آقا بیا با اون خبرنگار رو بگیم بیا جو شما مصاحبه ای بکنه، ما جلسه مصاحبه ای رو ترتیب بدیم، شما سخنرانی بکنه و به اعلام ادامه از کن و شاید بتونیم برای شما کاری بکنیم، که من مخالفت میکردم و حدود هفت ماه من در اعتصاب غذا رو سر میبردم، فقط ایام افطار مقداری آب میخوردم و افطار آغاز دیدم خبری نشد و خواسته های ما یکیش ملاقات بچه‌ها بود محقق نشد، یک چیز اولیه یک زندانی ملاقات با آقا اصلا اعدام بشن، آقا من هم ندارم ملاقات دارم بخواد دادم، من این رو یک خواسته بزرگی بود واقعا، من لازم بود همه باید سما غذا بکنم که شما بپذیرید که ملاقات با بچه ها بزنم و بعد از هم کن نتیجه نگرفتم، من اقدام کردم به اعتصاب خوش آورد نخوندم که روز یازده هم، یعنی هفت ماه و یازده روز که گذشت، روز یازده هم اعتصاب خشکم بیهوش شده، وقتی بیهوش شدم داخل سلولم سرور ما بردند و تصدیق کردم و من بیهوش شدم داخل سلولم و پزشکا رو تو دوره برای من هستم، بعد از که یه مقداری بیهوش آمدم زیر بالا رو گیره بودم بردن بهداری و اقدامات بعدی رو اونجا انجام دادن که مثلا بعد از اون اعتصاب منتج به حمله قلبی شد به من و مشکلاتی که مثلا برای من باشه دولتی دور اصلا ها بعد اعلام شد همشتا به که برای بعد از این هفت ماه یازده روز باز اجازه دادن که ملاقاتی با خانواده داشته باشم، از ملاقات مثلا خانم من نشناخت، من از اینکه چه کیلو لاغر شده بودم وقتی من دید اصلا من نشناخت و با اون حال من داشتم حال احوال میکردم، دو نفر کنار من واسطه بودن، یه نفر کنار خانومم که ببینن حرفی غیر از حال احوال پرسید با هم دیگه زده نشه، به محض که یه حرف بزن آن دادگان رفتی مثلا چی شد سر دست نشان رو گوشی که صحبت با بهره ادامه پیدا نکنه پشت شیشه بوده و بعد ملاقات حضوری به هم دادن و بعد از ملاقات حضوری که داشتم برمیگشتم میدم داخل کوریدور بند 241 گوش را گوش مسئولین امنیتی غذایی کشور نشستن از سعید مرتضوی گرفته از سر جهانگیر که اون رو به رئیس حفاظت را دومه غذایی بود معاونینش پای میانجی و غیره وزاره همه نشستن بازوهای مثلا دیگه که در تمرونه بودن همه نشسته بودن دفعه تا مارد دید آقای مرتضوی گفت خب حالا چطور خوبی؟ خانواده رو دیدی؟ سرها رو بدی؟ گفت آقا هم دومه کسی خانوادهش باید سر رو بونیم نمیدیم سرها رو نمیاد سرها رو بدی بعد گفتش که آقای جهانگی برگشت رفعه به مرتضوی گفت که آقای مرتضوی دیدی گفتم سیاست لحافی گرم جواب میده یعنی همسرش رو ببینه ببینه تو خونش چه خبره همسرش بهش انتقال بده مشکلات داخل منزلش رو و بعد اونا کجا خواهد من از اینکه من احساس کردم مثلا من خوشحال شدم از این ملاقات خیلی مسئول اومدم بیرون اومدم داخل کوریدور آقای جهانگیر که جمله رو به آقای مرتضوی گفت و آقای مرتضوی گفت خب حالا آقای مرتضوی حالا حاضر به مصاحبه کنی که بگی اشتباه کردم یعنی خب سکوت کردم بعد از چند دقیقه سکوت گفتم که باش با الان حاضر گفتم که نه الان نه و از بدم من که با خدا رو خودم بیراز و بیازی میکنم برای فردا ایش بدم گفت فردش
سه ساعتی بودن نوه صبح. ما برای فردا نوه صبح از شب تا صبح نتونستی بخواهیم و اجازه دادن به من که در یک سلول بزرگتر که بشود قدم زد تو اونجا اون شب رو از من نگهداری بکنن که من بتونم خودم آماده بکنم برای یک مصاحبه. من خواستم که اصرار کنم که اونقدر اصرار فضاد رو بشونه بکنم که من بودم اصلا به ادامه رو دوام اصلا جمع شده حالا خودم چیزی ندارم و هر شب به دورتون که قرار بردم باشه فردا بعد از مصاحبه. ما شب تا صبح رو گذراندیم با خدای خودمون راز و نیاز کردیم و هر شب خدمتتون که قرآن رو باز کردم و آخر سوره فجر آمد که یا آیت دار نفسو مطمئن نرجی و دیگه آیه رو بخواب بشون پردازم و در واقع این شأن نزولی آیه در بسط من و همسال من نیزه بسط امام حسین است و نفوس مطمئنی مثل امام حسین و کم این آیه اومد که من احساسم به من اینو گفت که باید محبت تو به ادامه بدی و خداوند تو رو به عنوان نفوس مطمئنه انتخاب کرده از ادامه بده مبارزت رو و من از شب تا صبح دیگه شروع کردم تمرین کردن صحبت که چه صحبتهایی رو پاشه دوری بکنم که در واقع شاخ مرتضوی و افضال مرتضوی رو بشکنم و دو از صبح شد و اومدن دنبال من و به من گفتم که این مطابق آمیده با چی و چی ها گفتم من امروز روزه گرفتم که آقا قرار انصاب غذا رو بشه گفتم من انصاب غذا بیستی روزه است روزه گرفتم که بتونم اصلا از این محله هم درست بخور کنم اشتاره بعد از افطار دیگه بعد از این دیگه اصلا روزه نخواهم گرفت و انصاب غذا هم بدانه و رفتم پای دوربین وقتی نشستی پای دوربین که صحبت رو دفتر رئیس بد آقای شخصی بودم آقای کارگر رئیس بد نویسچندی که حفاظت اطلاعات عمومی قضاییه و بعد به لطف خداوند از دعاها و دیارینهایی که از طریق ما و دوستان و همسایههام شده بود خودم دیدم این آقای کارگر دچار یک بیماری سختی شد که آمد داخل سلول گریه میکرد التماس میکرد من الان چند هفته از توی بیمارستانم باید خوب نشده باید کرده اون داشت میترکی من دارم چه بیماری گیرم و من از من بگذرم من دارم نفرین های شما داره به این روز انداخته حالا برگردیم به ادامه خاطره تو جلسه من گفتم که اگر قراره که من صحبت بکنم لازم نیستش که کسی اینجا بنشیند همیرم بیرون چون شما شاید نتونی یعنی تخمانی به تو سرکه افرادی هستی حرف نتونی بزنی بیاناتشون رو خود کور شده باشه مثل ما سوال بکنی شما جواب بده بخواه نه نیاز نیست بعد یکی بازار رو بایی خودش استاد سخنرانی شما دیگران در شما دو بازجوری متوجه شده میشون اصلا نبوریده نطخشان بار نشده بریم بیرون زهر باشه بزنه حالا که قدر به حرف بزنه بایی بیرون زهر باشه بزنه رفتن بیرون یک فرد باقی بود در اتاق که مصاحبه رو زهر کنم که ایشون رو بگم منم برم بیرون گفتم نه اگر تو مردش هستی تا آخر صحبت مایسی و حرفی از ما نقل انتقال ندی مایسایی بیرم ولی اگر نه میخوایی بری بگی ایشون چی صحبت داری کرده و بلاخ که اونا این مکالمه من به مقامات مافوقشون نرسه اون رو بیرون گفت اگر بخوایی چی بیرون گفتم بیارا اون شما بودم برد گفتم من خودم برادر شهید هستم چه من از این که متوجه شدم شما شکستی دیگران هم بودم بس دیگران نباش بشین صحبت من باشم و شروع کردم 3 ساعت و 45 دقیقه چند دقیقه دوار هم بس شد من صحبت کردم و گفتم با شکل گرودمون به عرصه نقل نماز رو باز کردم و دستوراتی رو که داشتم از مقاماتی که به من گفتن چه در دو تفاوز چه در افشاگری امر در تفاوز که بنده نسبت به اون افشار دریا اقدام کردم همه این مطالب رو باز کردم و وقتی آقای مرتضوی هی می آمد وسط اینکه بخواستم فیلم رو عوض کنم در باز که آقا تموم نشد بابا که تو درد من رو میره حرف بزنی و 3 ساعت دیگه حرف بزنی کد آخری تو آخری حرف هست بعد از حلقه آخر که تموم شد بزن بینم چجوریه به پسر بزن بینم چجوری صحبت کرده ایشون هم خودش لطف کرد و این تیکه های اول صحبت من رو
سری بهشون بده و یادی از قرآن و حدیثی از امام حسین شب عاشورا و از این دست مسائل دیدی که من به صحبت دارم صحبت میکنم و خیلی دیر شده دیگه برشون از خوب قشنگ صحبت کرده بذار ما شما الان شاهدی بس برم ببینید ایشون و قرار است که این مکالمه بعد از آقای شاهدی خدمت رهبری برسه اگر انشاءالله بتونیم ده دقیقه یک رو و بین صحبتها طوری صحبت کرده باشی که ندامت نشونگر ندامت شما باشه من به شما قول میدم نمیگم فردا سه روز نیاز داریم و فیلم و برداشت رو ببرد فرداش برداشت رو محبت بود زندان ها رو من میگفتن انشاءالله آزادی میاد و فیلمانش اینا 48 ساعت یا 72 ساعت یادم رفته از مصاحبه نگذشت بود یکی زندان ها اومد نام میرزایی نامی بود اومد گفت آقای پلیس رو چیکار کردی که بدترش کردی که پدرت رو در میارن چرا اینجوری صحبت کردی چرا فلان کردی من گفتم من به امری که خدا رسول بده اجرا کردم و خدا نخواهم اومد هر اتفاق ما قرار بود که 30 سال پیش در میادین جنگ با صدام و کافر کافران بگوییم شهید بشیم الان من معتقدم که این جنگ من با منافقینه با کسانیست که دم از خدا و پیغمبر میزنن و ضد خدا و پیغمبر عمل میکنن دم از علی میزنن ضد حدیث علی عمل میکنن و من نگران نیستم آخرش مردی و 30 سال پیش دوباره برد من نگران نیستم چه اتفاقی هم بگیرد که الحمدلله همونطور هم شد و بعد از محکم آمده رو در ماجرای مصاحبه حدود در 20 روز میکنم یادم رفته دقیقا 20 روز بعد از مصاحبه ما رو از امپریادی آوردن البته وقتی سوار بند میکردن که ببرن منتقل بکنن از امپریادی به مکان دیگری ما نگفتن و تو مسیر ما گفتن دارم میبرن تو رجای شهر میدونی رجای شهر یعنی چی؟ رجای شهر جای اعدامی هاست و اون هم بنده های من کسایی که بندگان خدا کارمنده های من بودن و دچار بحران شده بودن تو اون شرایط خیلی ابراز نگرانی کردن از اینکه ببین چه بلایی سر ما اومده ما رو دارن میبرن اونجا بنا رو میکشن یکیشون گریه میکرد بنده خدا گفتم نگران نباشید هیچ اتفاق نمیفته در اتفاق خدا خدا بزرگی نگران نباشید و من باید که جامعه رازشون که به تو رسیدیم به رجای شهر و اون وحشتی در رجای شهر وجود داشت روح و وحشتی در رجای شهر وجود داشت چند نگرانی دوستان ما چند برابر کرد و بعد از 4-5 روز که در قرنطینه رجای شهر بودیم منتقل رو کردن به اندرزا زندانی ها بعضی از زندانی که من میشناختن آمدن سمت من و گفتن که ما خبر داریم پیچیده بیاد به من که توسط یکی از قاتلی بود که حکم اعدامش اومده و به اصطلاح زیر هشته قدر که به اصطلاح کشته بشه خود تنها کاری که میتونیم برات بکنیم این استش که روزها ازت نگهبانی بدیم و تو بخوابی شبها بیدار باشی ما شب نمیتونیم برات کاری و به نکات امنیتی که بگیم توجه کنی از اون نکات امنیتی شما این بود که به تنهایی دستشویی نرو و به تنهایی حمام نرو که تو اونجا نقاطیه که ضربات چاقو توسط کسایی که باید صورت بگیره حتما اتفاق میفته و ما همراه باشیم آیا به خودتون توجه داشتیم تا چند هفته یه از زندانی ما در رجای شهر گذشته بود که یه روز پای خط تلفن بودم که تلفن اصول ده دقیقه صبح ده دقیقه بعد از ظهر وقت تلفن زدن داشتیم در حال صحبت بودم که مثلا ده دقیقه وقت من شاید مثلا 30 ثانیه اضافه در گذشت یکی از همون زندانی هایی که طبق برنامه قرار بود توسط ایشون من مورد ضرب و شتم قرار بگیرم حمله ور شد سمت ما شروع کرد به فحش ناموس دادن فکر کردی کی هستی چه فلانی هستی فلان فلان شده فکر کردی هر جا اگاه دیده محقا کی بخوای حرف بزنی بیا بگفت آقا من چند ثانیه وقت دارم ساعت دارم نگاه میکنم بگی چه اتفاق افتاده اون بچه ها به من اشاره کردن که دهن به دهن نشون بیا بیرون با دهن به دهن نشون اومد این بیرون سریع رفتم به سمت زیر هشت که رئیس اندرزگاه رو بتونم مطلع کنم از اینکه اینو برنامه زندان و زر و شرف من داره که فرد اینا حسن آخریان که رئیس اندرزگاه بود خدا خیلی شده ایشون و بچه های زیر بوجن هم بود اصلا اگر که بهش خودش رو بود اگر من الهام شده این اتفاقی برم میخواد بیمفته تا من رسیدم بالای زیر هشت بودم اونا دنبال من دارم میدونن که زربی خودشون رو من بزنن که من تا رسیدم در رو کوبیدم
حسن آخری در باز کرد. در باز کرد پنج نفر با فاصله دو متری من رسیدن به من و کشته شده. شما قانون هم زندان هم که حالا به خیر بنا به اختزایی زمان و مکان ادبیات صحبتشون ادبیات معمولی نبود. شروع کرد برای آخری هم به اون زندانی هایی که دنبال من بودن خوش خواهر مادر رو شد چیه؟ چی میخواد ابن عباس؟ عباس یعنی حسن آخری هم من فلانش میکنم کسی بخواد به عباس حرفی میزنه یه دفعه اونو به زبان رو بدن با حفاظ عبدالله ما گفتیم اونو بگوشی اما چند عباس رو دنبال زبان موقعیت بگیم شما اینجا میگی نه چرا فلان عباس حسن آخری هم اونو بس چی میگن شما چی میگی؟ من گفتم آجا اصلا این رو خونه این رو صورت جلسه کن و اون صورت جلسه به طریقی به دست وکیل ما رسید و ده یک مصاحبه تلویزیونی رو بیست شبکه بیست پخش شد که صورت فصل جان پاریزان داخل زندان رجوعی شهر دکتر فضلی توی این قضیه خیلی دخیل بود که دونست باستار پیدا بکنه از داره همینجا باز تشکر دارم و این موضوع باید شد که اون سیاست و حربه‌ای که داشتن که من رو زندان از بین ببرن توسط این مصاحبه و انعکاس خبری مثلا بایکوت شد و البته خب اتفاق باعث سکته نورمایی برای من شد و من منتقل شدم به زندان به بیمارستان رجوعی شهر کرج و بعدم اتفاقات بعدی. بله بسیار سپاسگزارم از آقای عباس پالیزدار به خاطر حضورشون در این گفتگوی اختصاصی با برنامه صفحه آخر صدای آمریکا. بریم پرده آخر. رسول بزرگوار اسلام فرمودن لعن الله المصوفات. سوال کردن خان آقا منظور مصوفات چی هم؟ فرمودن اون زنی که شوهرش ابراز نیاز میکنه یدعوها الی فراشهی، او رو به بستر فرا میخوانه، میگه خانم بیا و خانم بی توجهی میکنه. آقا میگه خانم، خانم میگن آقا چش الان دو تا بشقاب الان خانم آقا یه ذره گردگیری من همین تمیز کنم همین کابینت رو تمیز خانم آقا ببینم من چه آشغالا رو الان سوفا بعد خانم میره حتی تقلبه و عینا و میره میبینه شوهرش خوابش برده. خدا فهمید خدا آقا فهمید خدا این زن رو لعنت کن. شب و روزگار خوش.